خب همونطور که شما توی قسمت قبل دیدین ما با گری اسکیل توی قسمت ادونس داشتیم کار می‌کردیم توی گری اسکیل شما میتونیم بگین توی این عکسی که من اینجا می‌خوام وارد بکنم که مثلا این اورلی من هست جای سیاهی ها این رنگ بیان جای خاکستری های 66 درصد این رنگ و جای خاکستری های 33 درصد این رنگ و جای سفیدی ها این رنگ بیاد که البته خب میتونید اپاسیتیش رو تنظیم بکنید اما همین امکان رو شما برای کروما هم داریم یعنی در واقع شما میتونید یه عکسی اینجا وارد بکنین برای اوورلی اگر من این عکس رو نشون شما بدم که از سه رنگ سیاه قرمز و آبی تشکیل شده یعنی یکیش بلک 100 درصد هست یکیش آبی 255 پنج پنج صفر سفر هست یکیش قرمز 255 پنج پنج صفر سفر هست که یعنی قرمز خالص آبی خالص و سیاه هستش و حالا بگین جای هر کدوم از اونها یک رنگ دیگه اوورلی بشه اگر من میخوام اینو به صورت عملی نشون شما بدم یک همچین حالتی داره من اینجا میام این عکس رنگیم رو وارد میکنم توی منوی منیو البته ببخشید توی فولدر منیو و اینجا اوورلی کالر اضافه میشه به رنگ های من من میام توی قسمت دیویدی دیویدی رو با یه تکیلی که اینجا انتخابش میکنم میام توی جنرال و به جای موشن اوورلی اینجا من میام توی منیو و موشن اوورلی کالرز رو انتخاب میکنم حالا باز هم من چهار امکان دارم برای تغییر اونها و برای اوورلی کردن اونها شما اگر اینجا نگاه بکنین مثلا اولی شما همونطور که میبینین میشه براش چیز کرد که وقتی که توی استیت نرمال هست هیچ اتفاقی نیفته وقتی سلکت شد رنگ سیاه که در واقع فقط الان فلش های ما هستن جای خودشون رو به مثلا به رنگ قرمز بدن ما میتونیم یه پاساج رنگی مثلا اینجا ایجاد بکنیم که نارنجی که به قرمز میزنه نارنجی و زرد این سه رنگ ما باشه که من اینجا میتونم بیام ادیت پالت رو بزنم و بگم مثلا آخری ها مثلا این یه یه رنگ بین قرمز و نارنجی باشه حالا رنگا که شما خودتون دوست دارید انتخاب بکنید دومی مثلا یه مقدار از این یکی روشن باشه اگر از دید من این رو اضافه بکنم اینجا که داشته باشم دومی همین رنگه و یه مقدار زردتره تره سومی حالا باز از این رنگ ما یه مقدار زرد تره شاید روشنتر هم باشه یه مقداری خب حالا من میتونم بگم توی زمانی که ما سیلکت میکنیمش سیاه های ما که در واقع اینجا فلش ما بودن سیاه های ما که توی این تصویر اوورلیمون فلش هستن تبدیل بشن به رنگ نارنجی تیره با اپاسیتی زیاد قرمز های ما که در واقع اینجا ابتدای ما هستن تبدیل بشن به رنگ زرد روشن و آبی های ما به زرد زرد نارنجی تقریبا اما زمانی که اکتیف شد چی؟ زمانی که اکتیویت شد به طور مثال سیاهی ها که فلش های ما هستن سرخابی بشن قرمز که ما که ببخشید کلمات اول ما هستن چه رنگی بشن خدایا مثلا بنفش تیره بشن و آبی‌هایی ما که رنگ های میانه ای ما هستن اونها هم مثلا اونها یا نمیدونم میتونیم یه ستا رنگ رو انتخاب بکنیم بالعکس اون اتفاق بیفته و اینجا برعکس بشه البته من بدجای این دوتا رو عوض بکنم باز شما هر رنگ هایی که دوست داشتید رو میتونید انتخاب بکنید اینجا و بگید که مثلا زمانی که اکتیف شد این رنگ زمانی که سلکت شد این رنگ ها و زمانی که نرمال هستم که خب پیچ رنگی با هیچ اپاسیتی و زمانی که سلکت شد این رنگ ها با این اپاسیتی ها و زمانی که اکتیف شد این رنگ ها با این اپاسیتی ها پریویوش رو شما الان میتونید ببینید که وقتی اکتیوه چه رنگیه وقتی معمولی چه رنگیه و وقتی نرمال چه رنگیه پس طور که شما میبینید الان اینجا یه اتفاق اینجوری میفته شاید بهتر باشه من بیام اینجا جای اینا رو عوض بکنم به جای سیاه یه رنگ بنفش تیره تری انتخاب بکنم به جای قرمز یه رنگ فکر میکنم به قرمز ما اولی بود بله دقیقا روشن تری انتخاب بکنم به جای آبی متوسط همون که الان هست خب پس ما میتونیم اینجوری از این روش هم استفاده بکنیم و حالا من اگر سیمیلیت بکنم دیویدین رو شما میبینید که منوید ویدیو من پخش میشه انیمیشن من کامل میشه و حالا اونی که انتخاب بکنم یه همچین رنگی پیدا میکنه و یه همچین شکل و شمایل گرافیکی و اونی که روش کلیک بکنم همونطور که بینید یه لحظه اکتیو میشه و یه همچین اتفاقی براش میفته البته خب این چیز چون الان به چیزی وصل نیست طبیعتا تغییری توی خود اتفاق ما نمیبینیم پس شما با همین روش میتونید گرافیک هایی که میخواید به منوتون اضافه بکنید به طور مثال شما میخواید اون چیزی که کلیک یوزرتون یا کنترل بیننده تون روش هست یه چیزی هم به غیر از رنگ و تغییر رنگ اینجا بهش اضافه بشه یا مثلا یه خط زیرش بیاد یا مثلا یه خط این گوشه و این گوشش بیاد در حال شما امکاناتتون بسیار بسیار, بسیار گسترده است فقط نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره اینه که شما باتنتون باید حتما از اون فضای گرافیکی بزرگتر باشه من اگر این باتن رو کوچیک بکنم همونطور که می‌بینید شما کلیپ میشه پس فقط تنها نکته که باید در خاطرتون داشته باشین اینه که اگر شما از یک چیزهای گرافیکی هم استفاده میکنین انقدی بزرگ بگیریم باتن هاتون رو که اونها کامل توشون جا بشن و جای بگیرن